من تهران به دنیا آمدم، متولد 1343 هستم و همینطوری هم سیاسی دنیا آمدم. اصلا نمیدونم، گاهی اوقات بعضی دوستان از من میپرسن که چجوری سیاسی شدی، کی سیاسی شدی، میگم اصلا انگار که با من متولد شد، مثل کسی که هنر و نقاشی و موسیقی باهاش متولد میشه. در واقع منم از روزی که خودم رو به یاد میارم، یادمه که حساس بودم به همه مسائل اطرافم و یکم اینطوری هم برای مادرم خیلی درد سر درست می‌کردم. خانواده سیاسی بود؟ نه، خانواده‌ام اصلا سیاسی نبودن و همین ولی خودم خیلی کنجکاو بودم و به محیط اطرافم خیلی توجه می‌کردم و همونطور که گفتم تو مادرم خیلی سیاسی نبود. نه، اصلا ما فرد سیاسی در فامیل نداشتیم. خانواده مذهبی خانواده نداشتیم و خانواده‌تون هم مذهبی هم نبود؟ نه خیر، نبودن و من همینطوری خودم خیلی به مسائل علاقمند بودم، به مسائل اجتماعی دورم و قبل از اینکه خوندن و نوشتن یاد بگیرم، منزل ما بولوار الیزابت سابق بود، بولوار کشاورز فعلی و کانون پرورش فکری مرکز نزدیک خونه ما بود، تو پارک فرح سابق لاله فعلی و من هر روز مامان مادرم رو بالاخره راضی می‌کردم که من رو تا قبل از اینکه برم مدرسه من رو تا پارک ببره و من هر روز اونجا بودم توی کانون و شاید بگم که همون کانون باعث شد که من جنبه دیگه از زندگی رو از همون قبل از اینکه حتی سواد یاد بگیرم با عده یاد گرفتم که هیچ فهم و درکی شاید اون موقع ازش نداشتم. ولی وقتی اونا دور هم میشستن، یه سری پسرها و دخترهای جوان بودن که تو کانون پرورش فکری جمع میشدن و اون موقع بعدها من فهمیدم که لیلی امیر ارجمند که تمایلات خب قبلش چپ داشت و از دوستان فرح پهلوی بود، مسئول کانون پرورش فکری بود و پزا میداد به بچه ها برای کار. تا اونجایی که من یادمه بچه ها کلاس های تئاتر داشتن، موسیقی داشتن، کلاس های روزنامه نگاری داشتن و من یه دختر کوچیکی بودم میونه این بچه‌هایی که اونا، من میفهمیدم اونا فرق دارن با بقیه. یعنی مثلا اتوبوس میگرفتن، بچه‌ها رو جمع میکردن میبردن، زاغه نشونشون میدادن، میبردن کوره پس خونه ها رو نشونشون میدادن و من خیلی کوچیک بودم، سرم به میز نمیرسید و اونا یه واژه‌هایی رو استفاده میکردن مثل مارکسیسم و من نمیفهمیدم یعنی چی. بعد ازشون میپرسیدم، نمیدونم الان اون آدم ها هستن یا نه، یکیشون که اسمش سیامک بود سیاس داشت میکردن و یکی بود که کاوه هستن، اعدام شدن، نیستن، هیچ خبری ندارم. اونا به من میگفتن بزرگ میشی متوجه میشی و از همون بچگی برای من کتابای صمد رو میخوندن. بعدن که از معلمای کانون پرورش نه نه بچه‌هایی بودن که صبح میمدن مثلا تو کانون، بیشتر تابستونا وقتای دیگه تو کلاسای کانون شرکت میکردن، ولی در واقع اونجا رو یه محلی کرده بودن برای اینکه دور هم دیگه جمع بشن، به خصوص تو کلاسای تئاتر و اینا دور هم جمع میشدن و با هم دیگه صحبت میکردن، کتاب میخوندن، نقد کتاب میکردن. من خب هیچی واقعا متوجه نمیشدم چون خیلی کوچیک بودم. چرا کتابای صمد رو متوجه میشدم ولی بعدن دیگه کتابا رو خودم برام میآوردن، شروع کردم به خوندن. انقلاب که شد 14 سالتون بود؟ بله، من دوره راهنمایی بودم و انقلاب که شد همین 14 سالم بود و همون کنجکاویای دوره انقلاب در واقع من رو کشوند بیشتر به سمت سیاسی شدن. قبلش خب کتابایی که داشتم کتابایی بودن که خب میگم به این ترتیب بود، مثلا مادر ماکسیم گورکی بود، اینجور چیزا بود، ولی به هر حال میفهمیدم یه مشکلی یه جایی وجود داره. ولی به هر حال مثلا وقتی که یه فیلمی شاپور غریب برای کانون پرورش فکری داشت تهیه میکرد که به من گفتن که برم تو همون سن مثلا 11-12 سالگی توی اون فیلم بازی کنم که بعدن اون فیلم از جشنواره در واقع کودک و نوجوان جایزه سپاس گرفت و تو در واقع هندوستان اول شد و به ایتالیا رفت و خیلی جوایز متعددی گرفت به نام فیلم 3 ماه تعطیلی. قشنگ یادمه که اون یکی از اون بچه‌ها اومد به من گفتش که روزی که می‌خواستن جایزه رو بدن به من گفتش که خب جایزه رو قرار بود که فرح پهلوی بده، اومد به من گفت می‌خوای بری جایزه رو از فرح پهلوی بگیری. بعد من بهش گفتم مگه اشکالی داره، چون خیلی بچه بودم دیگه، 10-11 سالم بود. گفتش که نه عیب نداره برو بگیر. ولی یادمه که این سوال از من کرد و همیشه بر خودم تا موقعی هم که حتی انقلاب شد فکر می‌کردم خب چرا این از من میپرسید که چرا می‌خوای بری جایزه رو از فرح پهلوی بگیری. یعنی یه همچین، ولی خب به هر حال اون
خمیرمایه رو اینا گذاشته بودن تا یه حدی و بعد که انقلاب شد خب دیگه تو جریانات انقلاب با همون بچگیمون بودیم و خب همه جا سر می کشیدیم می رفتیم دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه ها می رفتیم. بعد که انقلاب پیروز شد تو انجمنهای مختلفی که وجود داشت تو دانشگاه، هم از بچه های چپ، بچه های دیگه که همه داشتن پیشگام داشتن، گروه های دیگه بودن، می رفتیم و گوش می دادیم به سوال جواباشون. و همونطور که گفتم مادرم خیلی اذیت شد، برای اینکه معمولا وقتی مدرسه تعطیل می شد سر وقت نمی رسیدم خونه و یه موقع می اومدم اینم مامان دم در ایستاده و یا اصلا می اومد بعضی وقتا جلوی دانشگاه تهران دنبالم و پیدام هم می کرد اتفاقا اونجا، برای اینکه می اومدم بعد از مدرسه ببینم که اینا تو مناظره ها به هم چی میگن. بعد دیگه همون جوری تمایلات چپ نه با علم، ولی همون با پایه‌ای که اونا گذاشته بودن نسبت به فقر، نسبت به ظلم، نسبت به اینکه آدم زیر بار ظلم نباید بره، از این چیزا توی من بود. بعد تا این شد که من یه معلم خصوصی گرفتم برای اینکه به من هندسه درس بده و اون معلم هندسه من خیلی مذهبی بود، دانشجو رشته دندان پزشکی بود، شاید الان صدای من رو بشنوه. و یه چندین ماه ایشون در واقع ما به اسم معلم هندسه شروع کرد با من درباره مسائل اثبات خدا و اثبات نبوت و معاد و این چیزا و دیگه هیاهوی انقلاب، و من خودم مذهبی شدم در خانواده‌ای که غیر مذهبی بود و به این ترتیب من مذهبی شدم. از کی یعنی؟ من دوم مهر 59 قشنگ یادمه که یه روز سری نصفه گذاشتم سرم و مامانم مادرم تا مدت ها نمیدونست. خب میرفتم تو راه مدرسه حجابم رو میذاشتم، وقتی برمیگشتم دوباره حجابم رو بر میداشتم. بعد دیگه یه روز مادرم داشت از خرید میومد که من دم بار دستش سنگینه، رفتم بهش گفتم، اصلا یادم نبود رو سری سرمه، رفتم گفتم بده کمکت کنم، سرشو بالا کرد گفت نگام کرد اول یه جوری که انگار، بعد گفت رو سری سرته، و بعد دیگه حالا دیگه کم کم عادت کرد. و اختلاف داشتیم نه. با خانواده نه. به خاطر حجاب نه. نه نه، اینقدر خانواده من خیلی خانواده بودن که احترام میذاشتن، پدرم خیلی احترام میذاشت به انتخاب من، با اینکه پدر من بالاخره افسر ارشدش به هر حال تو شهربانی سرهنگ بود، کار خوب داشت. خودتون گفتین، من می‌خواستم بله. بپرسم که اگه میشه شغل پدرتون رو بله. یعنی آدم ببینه فضای فرهنگی بله. جامعه چگونه بود، پدر من خانواده چگونه بله. بود. پدر من سرهنگ شهربانی بود، انقلاب که شد معاون اداره طرح و بررسی پرسنلی شهربانی بود، در تمام مدتی که کار میکرد قسمت‌های مختلف آگاهی، ریاست‌های قسمت‌های مختلف آگاهی رو داشت. فرد بسیار بسیار ساده و انسان دوستی بود. اگر یه رفتگر از جلوش رد میشد دست رفتگر رو هم میبوسید و بسیار بسیار انسان شریفی بود. مادرم خب خانه‌دار بودن و ایشون هم به همین ترتیب فداکار، ولی پدر من و مادرم خیلی احترام میذاشتن به انتخاب من و همیشه میگفتن اون چیزی که انتخاب، مثلا اگر 6 ماه پشت سر هم میرفتم یه جایی که برای ناشنوایان بود، پدرم میدید من بچم ولی منو میبرد میآورد، میگفتش که تا هیچی نمیگفت. چند سالتون بود ازدواج کردین؟ 17 سال دوم به سوم دبیرستان. قبل از اینکه به طور جدی وارد فعالیت سیاسی یا فعالیت های مدنی حتی بشین شما بله. ازدواج کردین. ازدواجتون با چنان که من در همه جا خوندم ازدواجتون با یک پاسدار بوده است و من نمیدونم الان هستن نیستن ایشون. نخستین سوالم اینه که خب همینطور که الان داشتین درباره انتخابتون میگفتین، من به این سوال رسیدم که انتخاب شما برای خانوادتون پدر مادرتون محترم بود که میگفتین مثلا من میخوام ازدواج کنم، ولی یه دختر بچه 17 ساله یه مقدار همچین زیر سن انتخاب مستقله، اینا رو توضیح بفرمایید که اولا خانواده هیچ مخالفتی نداشت چجوری بود و بعد در ادامه. آقای فلاحتی خوبه که بحث رو به این طرف ببریم، چون ممکنه زندگی شخصی من مثلا میگم و جالب نباشه واسه بیننده ها، بیننده ها بگن که خب به ما چه مربوطه که این چجوری زندگی کرد یا چجوری زندگی، ولی زندگی ماها در طول انقلاب بخشی از
فرهنگیه که مسلط شد و بخشی از تحولاتیه که بر ماها جاری شد و ما در واقع یک فرد نیستیم و نشان دهنده اتفاقا، یعنی اون فضای حاکمی هستیم که در اون زمان به وجود اومد. و واقعیت اینه که بله، من وقتی که میخواستم که ازدواج کنم به خاطر اینکه فکر میکردم که مذهبی شدم و باید با یه فرد زندگی بکنم که درک بکنه مسائل خواستهای من و مطالبات من، چون خانواده من اصلا سیاسی نبودن و من همیشه دنبال فعالیت‌های سیاسی بودم و اینکه یه کسی خیلی راحت من بتونم این کارا رو انجام بدم. اینکه مادرم اینا اصلا مخالفتی نمی‌کردن، ولی خب روی ساعت‌های ورود و خروج و بالاخره اینکه کجا میری کجا میای اینا، مامان حتی به من مادرم میگفت که هر دفعه می‌خوای بری، یه دفعه من باهات، برای اینکه به هر حال بچه بودم، خیلی بچه بودم و مدرسه می‌رفتم و فکر می‌کردم که به این ترتیب توی رویاهای خودم فکر می‌کردم که مثل خیلی از کسای دیگه فکر می‌کردم که این ایدئولوژیاست که زندگی‌ها رو می‌سازه، این ایدئولوژی‌ها و تفاهم ایدئولوژیکه که می‌تونه پایه زندگی باشه، که بعدم فهمیدم این اشتباه مطلق بوده، برای اینکه اون چیزی که زندگی‌ها رو می‌سازه تربیت‌های آدم‌هاست که باید، فرهنگ آدم‌هاست که باید خیلی به هم نزدیک باشه، ایدئولوژی ها نیست. اون نتیجه‌ای که من بعد از این همه سال هم از زندگی خودم و هم از زندگی دیگران گرفتم و به همین دلیله که اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد، یعنی ایدئولوژیک شدن همه عرصه‌های زندگی، ایدئولوژیک شدن مدرسه، تأثیرش روی روابط و دوستی ها، ایدئولوژیک شدن به شدت دانشگاه و تأثیرش روی دوستی ها، ایدئولوژیک شدن خانواده ها و تأثیرش روی خانواده ها. من پدرم فقط به من گفتش که من مخالفم چون تو بچه ای، و مادرم هم همینطور روی بچه بودن من، و تنها شرطی که کردن همین درس خوندن من بود، و ولی هیچ وقت نگفتن نکن این کارو. یعنی پدر من وقتی با من صحبت کرد گفت من هرچی تو خودت بخوای، که مادرم گفت چرا بهش نمیگی نه. میخواین بگین چجوری آشنا شدین با همسرتون در سن 17 سالگی، یعنی با یه پاسدار سپاه؟ بله. یا نمیخواین بگین؟ نه، به خودتون نداره. چون بله. یه مقدار تو این بحثتون در نظرم به قول قدما مدخلیت داره. بله. نه، به این دلیل که همونطور که گفتم زندگی ها میتونه بخشی از فضاسازی اجتماعی رو برای آدم عینی بکنه و یادآوری بکنه. اتفاقا وقتی می‌خواستم بیام اینجا به یه چیزای دیگه فکر کردم که حالا از فرصت استفاده می‌کنم میگم که چرا ما چقدر فراموشکاریم و خوبه که گذشته ها رو یاد بیاریم. من از هم مدرسه هم که کلاسیم در واقع معرفی کردن که اول خواهر ایشون رو دیدم و بعد خود ایشون رو که اصلا یک جلسه بیشترم با ایشون صحبت نکردم، ولی خواهر ایشون رو دیدم که بسیار بسیار انسان شریف و بسیار بسیار آدم خوب و هر چی بگم که هنوز که هنوزه یکی از انسان‌هایی هستن که برای من ایدئولوژی مهم هستن. بود تا خصلت‌های بله. فردی و اصلا من خصلت فردی نمی‌دیدم. اصلا من درباره خصلت فردی سوالی نمی‌کردم و وقتی هم که با ایشون همون یک جلسه رو نشستیم صحبت کردیم، باز تاکید میکنم به لحاظ یادآوری روند اون دوران نه زندگی شخصی، سوالای من فقط درباره مسائل سیاسی بود، یعنی اینکه نظرت درباره ولایت فقیه چیه، نظرت راجع به آقای بنی صدر چیه، نظرت راجع به مجاهدین خلق چیه، نظرت راجع به فلان گروه سیاسی چیه. و اون موقع شما در واقع جهت حزب حاکم رو میرفتین، حزب جمهوری اسلامی، یعنی مثلا اگر حکومت با بنی صدر بد بود مثلا شما بد میشدین، اگر که به هر حال ولایت فقیه آقای خمینی اون ملاک بود مثلا تمام بله. بچه های اون سن. بله. بله. منظورم بله. کسایی که دنبال این حزب به هر حال به نوعی حرکت میکردن. خب اصلا خب ما که میدونین ما یه دیدمون اینجوری ظلم زدائی بود. بله. یعنی در واقع اصلا شیفت من از در واقع اون تمایلات اولیه به طرف اسلامم روی همین بود، چون فکر می‌کردیم که خب اسلام میاد و ظلم زدایی می‌کنه و در واقع میتونه عدالت به وجود بیاره، و دقیقاً نقطه‌ای هم که من برگشتم همینجا بود، یعنی درست زمانی که من برگشتم جایی بود که دیدم دیگه هیچ عدالتی وجود نداره در این سیستم، و درست زمانی که و از همون زمان بود که من هیچ وقت نیومدم بگم که میدونی، یعنی از اول گفتم دیگه باید این ساختار بره، چون این ساختار جواب نمیده. ما دنبال عدالت بودیم، این ساختار دروغ گفت. حالا اجازه بدید میرسیم به اونجا. بله. بذارین همینجوری پیش بریم. شما
چند سال با همسرتون زندگی کردین و در این مدت هم خب همونطور که اشاره کردین در آغاز مذهبی بودین. بله. و یه چند تا معدود عکسایی هم که هست در اینترنت از شما از دوره‌ای که حجاب داشتین مشخص میکنه که در حتی مجامع عمومی شما چگونه مواظب حجابتون بودین و اینها. چند سال زندگی مشترکتون طول کشید؟ 25 سال که با ایشون زندگی کردم، با حجاب بودم و چادری بودم و 2 سال قبل از ایشون هم همینطور با حجاب و چادری بودم و یه چند ماه اول با تمام فعالیت های سیاسی تون و زندان افتادن ها و اینها در همین دوره بود که با ایشون زندگی میکردید. بله بله. خود ایشون همچنان معتقد به همان چیزهایی که شما در آغاز ازدواج میدونستین مونده بودن و بله. شما فعالیت سیاسی میکردین؟ بله. خب یعنی 25 سال در واقع زندگی جهنم بوده در زندگی در روابط شخصی خصوصی. نه. شما یک دنیای دیگری میرفتین که اینا دشمن میدونستن اصلا. ببینین نه اینطوری نیست. اتفاقا خوبه که یه مقداری جریان سپاه رو باز بکنیم. ببینید زندگی شخصی با زندگی سیاسی اتفاقا متفاوت میشه گاهی اوقات، یعنی رفتارهایی که شما در حوزه شخصی انجام میدین با رفتارهایی که در حوزه سیاسی انجام میدین کاملا متفاوت میشه. یعنی اگر ما اگر من بخوام جواب بدم باید 2 قسمت جواب بدم. یکی اینکه ایشون به لحاظ یا مثلا حالا به لحاظ سیاسی به عنوان یک فردی که تو سپاه بودن چه جوری بودن، که ما کاملا تا مدت‌های زیادی هم فکر بودیم، کاملا هم فکر بودیم نسبت به مسائل سیاسی. از این جایی که الان خدمتتون میگم، از این جایی که ببینید سپاه یک مجموعه یک دست نبود. من اول این رو مشخص بکنم. متاسفانه هر کس که میاد راجع به سپاه تحلیل میکنه، سپاه رو از ناحیه قدرت و از ناحیه نفوذ و از ناحیه اینها تحلیل میکنه و بدم نیست، خوبه که یک جنبه از سپاه شناخته میشه. اما سپاه از روز بعد و تاسیسش که اون حزب ملل اسلامی اومد گرفت و آقای دوزدوزانی اومد و اون تیپ افراد اومدن و مسلط شدن بهش، تا الان پر از تنش، پر از فراز و فرود و پر از کش و قوس بوده و تمام این کش و قوس ها چه در ناحیه سیاسیش و چه در ناحیه ای که این بچه ها بازم از جنبه عدالت خواهی در سپاه در واقع اعتراض می کردن، سپاه رو با ریزش فراوانی روبرو کرده. یعنی هیچ کس نیومده بگه که سپاه در طول این از بعد و تاسیسش تا به حال چه به لحاظ ریزش نیروها، چه به لحاظ تأثیری که در ساختار، ببینید سپاه یکی از ستونهای در واقع جمهوری اسلامیه، ولی این ستون انقدر تحت تنش بوده که هیچکی نیومده ببینه که الان چه وضعیتی در سپاه حاکمه، چه نیروهایی در سپاه رفتن و چه نیروهایی موندن، چه نیروهایی در سپاه زندان افتادن، چه نیروهایی در سپاه خونه نشین شدن، چه نیروهایی در زندان در سپاه بازنشسته شدن. و از خیلی خیلی سال خیلی اوائل، یعنی شما سال 59 رو اگه در سپاه ببینین، میبینین صادق محصولی از سپاه تهران بلند میشه میره ارومیه و دوتا برادرای باکری رو سال 59 به اتهام جنبشی بودن تصویه میکنه و اینا بعدا تو جبهه کشته میشن، شهید میشن، ولی هنوز که هنوزه هنوز تاثیر اون تصویه‌ای که این دوتا برادر رو کردن هنوز وجود داره، هنوز خانوماشون حرف میزنن، هنوز بچه‌هاشون حرف میزنن. شما بعد از اون میان میبینین که مثلا شهید خرازی وجود داره، خود شهید خرازی و ارتباطش با مسئله سپاه اصفهان، ارتباطی که با آیت الله طاهری دارن، ارتباطی که اونا دارن با بچهای طرفدار آیت الله منتظری و بعد آقای ساته، سلمان صفوی. یعنی چی اینا رو ببینید. که دارین اسم میبرین؟ بله. و مشخص‌تر بگید. بله چشم. ببینید مثلا به طور مثال سپاه اصفهان همیشه 2 قسمت بوده، به طور مثال دارم خدمتتون میگم، جناح آقای آیت الله خادمی و جناح آیت الله طاهری و بچه‌هایی که طرف جناح آیت الله طاهری بودن و بچه‌هایی که بعداً طرفدار، یعنی بچه‌های جز بچه‌های آیت الله منتظری بودن، اینا همه بچه‌های سپاه بودن. بچه‌های سپاه یه بخششون در جبهه کشته شدن، یه بخششون جانباز شدن. با اتفاقی که برای آقای منتظری افتاد، با اتفاقی که افتاد مثلا دادستان انقلاب اصفهان رو گرفتن، امید نجف‌آبادی رو و اعدامش کردن، اینا همه حوادثی بوده که رو سپاه تاثیر گذاشته.
و هیچکس نیومده تحلیل بکنه این صدماتی که سپاه کشید و بچه‌های اینا بعد از این چه مشکلاتی براشون پیش اومد، این چه تأثیری گذاشته. یعنی این ریزشی که در سپاه شده و در بدنه اونا اتفاق افتاده و تاثیر میذاره رو خانواده هاشون، تاثیر میذاره تو محیط اطرافشون. یعنی سپاه اصلا مجموعه یک دستی نیست که مثلا ما بخوایم بگیم خب شما در خانواده‌ای بودید که مثلا خانواده یه سپاهی بوده پس به لحاظ فکری. یعنی شما باید ببینید که اون فرد از چه سالی چه اتفاقاتی براش افتاده. ببینید یک بخشی از بچه‌های سپاه وقتی که می‌خواستن درجه بگیرن، مثلا تیمسار دومی رو می‌خواستن بگیرن برن پیش آقای خامنه‌ای، یک بخشی از اونا حاضر به دستبوسی نشدن، حاضر به گرفتن درجه نشدن، حاضر به اینکه برن اونجا و بگن خامنه‌ای رهبر نشدن و اینا همه بازنشسته شدن، نشین شدن و در واقع از سپاه کنار گذاشته شدن. این عده بچه‌هایی هستند که اول انقلاب با خودشون کشیدن. خیلی تو اونا آرمان‌ها وجود داشته و اون آرمان‌ها یه دفعه برای اینا ریخته و بنابراین شما بعد یه سری تحولات رو الان شاهدشید. یعنی اون چیزی که شما در اصلاحات دیدید که اتفاق افتاد خیلی خیلی قبلترش در بدن سپاه اتفاق افتاد. شما یه دفعه میبینید فرمانده لشکر محمد رسول الله مجروح میشه، میاد، من حالا اسمشون رو نمیگم، میاد در بیمارستان و توی بیمارستان این فرد رو میگیرن میبرن زندان توحید و تحت انقدر شکنجه قرارش میدن که فکر میکنن این مرده. یعنی آدمی رو که مجروح بوده و هنوز این آدم بیماره و یا بقیه بچه‌هایی که توی این یا اتفاقی که برای داوود کریمی افتاد، شهید داوود کریمی، حاج داوود کریمی، بله، ایشون چه اتفاقی براش افتاد؟ ایشون خب از بچه‌های مجاهدین بود قبل از انقلاب، جدا شده بود، اومده بود و یه گروه دیگه ای رو برای خودش فجر رو درست کرد و بچه‌های فجر بودن. خب اتفاقی که برای ایشون این بود که اولین فرمانده سپاه تهران بود و محسن رضایی که در دوره اول انقلاب معاون اطلاعات سپاه بود و بعد از مدتی بقیه رو میزنه کنار و خودش میشه فرمانده سپاه، اینقدر اختلاف داشت با ایشون که ایشون رو در واقع از فرمانده سپاه تهران برداشتن. ایشون اومد رفت و رفت تو قرارگاه نجف و تو قرارگاه نجف سخنرانی میکرد علیه یعنی سخنرانی میکرد علیه مسائلی که داشت اتفاق میافتاد، علیه سیاسی شدن سپاه، اتفاقات موجود. و بعد ایشون بعدن اومد و انقدر خونه نشین شد، اومد رفت یه دونه تراشکاری باز کرد و اونجا شروع کرد که همین اکبر خوشکوش راننده ایشون بود اول انقلاب و اکبر خوشکوش، بله، راننده ایشون بود. حالا داستانش اگه بخواین طولانیه با اینم نه صحبت میکنیم، فقط بله. ما دو دقیقه کمتر وقت داریم برای پایان بخش نخست حضور شما در برنامه بی پرده بی تعارف. بذارین از همینجا قطع بکنیم که در بخش دوم درباره صحبت بکنیم. من همه رو یادداشت کردم که یادمون نره بعدن صحبت خواهیم کرد. من فقط نکته‌ای که درباره سپاه شما فرمودید خواستم توی فرصت کم بگم خدمتتون. اونچه که ما که بیرون سپاه پاسداران همیشه بوده ایم یا همچین نهادهایی که به گفته شما پایه‌های حکومت جمهوری اسلامی هستن، مثل ولایت فقیه، مثل سپاه فلان، سپاه رو به عنوان یک نهاد وقتی که نگاه میکنیم، شما خودتون تو صحبتاتون گفتین، من باز تکرار میکنم که رکنی از قدرت، بله، این نهاد قدرت، اینکه افراد درون این سپاه چگونه هستن بحث دیگری است. ممکنه نمیدونم 40% افراد مثلا با ایدئولوژی حاکم بر سپاه نخونن و بقیقا. این 40% به هر حال جزو ریزشی ها هستن و بوده اند و همچنان ادامه داره این قضیه. من نمیدونم چند درصد ها، من به فرض درصد بالایی رو گفتم، درسته. ولی اینا نفی نمیکنه اینکه سپاه یک نهادی است در قدرت، برای قدرت، حافظ قدرت و یک شاید مهمترین نهاد قدرت باشه در واقع، بله. در روی در زمین به اون کارکردی که داره میدونید، بله. همونه که حافظ ولایت فقیه، بله. حتی خب ما اینجوری نگاه میکنیم به سپاه، ما که بیرون سپاه هستن کسایی که بله به این صورت با سپاه برخورد میکنن، به خودشون مربوطه که کی تشخیص دادن در سپاه باشن، کی تشخیص دادن بیان بیرون، کی تشخیص دادن به هر حال که مقابله بکنن با سپاهیا. به هر حال منظور من اینه که به هیچ وجه هیچ قصد برخورد فرد فرد با افراد نیست، میدونید در اینجا وقتی که بحث میکنیم نهاد سپاه هم میگیم روشنه که چه نهادی است دیگه. در مورد افرادم از جمله همسر سابق شما صحبت کردیم، دوست داشته باشین باز بیشتر صحبت میکنیم. بله
خواستم فقط اینو توضیح بدم که بله قبول دارم که نهادی که امروز تبدیل به یک بنگاه شده از نظر من، بنگاهی که داره حکومت رو حفظ میکنه، و به همین دلیله که با وجود همه ریزش‌هایی که درش صورت گرفته و با وجود همه صدماتی که دیده، که حالا چون ما می‌خواستیم ببینیم ساختار سپاه چطوره، اما به همین دلیلی که باید ساختار تغییر کنه، چون ریزش‌ها به دلایلی که حالا شاید جاش بحثش اینجا باشه یا نباشه نتونست اون ساختار رو تکون بده. اینه که مثلا من به عنوان شخصی که خودم هم اونجا که نبودم، ولی به عنوان که فردی که در کنار یه فردی که اونجا بوده و البته نه در تمام سالها، چون بعدن خود ایشون هم بعدن اخراج شد و بعدن یه مسائلی براش اتفاق افتاد، تغییر ساختار و نگاه به تغییر ساختار دقیقا از اینجا به وجود میاد که شما توشی و میبینی یا کنارشی و داری میبینی چه اتفاقایی توش میفته و میبینی این نهاد یا این بنگاه تغییر نخواهد کرد مگر اینکه کل ساختار تغییر کنه. نمیدونم چند تا الان فرزند دارین؟ سه تا فرزند دارین. از که خب خود اینا یک مقدار دست و پایشون میگه مدار که چه عرض کنم کاملا دست و پاتون رو میبنده وقتی که باردار میشین، بچه دار میشین، باید بچه رو بزرگ بکنین، در این حال بله. آدم خیلی پرشر و شور فعال سیاسی بودید، درس و بخونین، درس هم بخونین. خودتون خواهش کنم بفرمایید که چگونه و کی وارد فعالیت حزبی در واقع شدین، بعد شدین عضو شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت، و همه اینا رو من میگم حزبی منظورم اینه که حزب مستقلی که در ایران هیچ وقت وجود نداشته، همه به هر حال وصل به یکی از جناح‌های قدرت بودند، منظورم هیچ وقت در 35 سال گذشته و البته سالهای قبلش هم همینطور تا حدود مشروطه به این سو. باری خواهش میکنم بفرمایید که از فعالیت‌های سیاسیتون بریم جلو، بله، همزمانیش با فعالیت‌های مدنی و در واقع برسیم به دوره زندان تا بعد ادامه بدیم. بله. بله همطور که گفتین به هر حال به عنوان یک زن که خب مسئولیت سه تا بچه رو داره و البته همیشه هم پشتیبانم مادرم بود و خانواده و خب درس خوندم و اینها اومدیم بالاتر و بعد یک نقطه ای که در من علوم سیاسی خوندم، فوق لیسانس علوم سیاسی گرفتم تهران، بله، یک مسئله ای که خیلی مهمه در خود من نقطه عطف بود، البته از قبل از اون شکل گرفته بود ولی نقطه عطف بود، مسئله خود عزل آقای منتظری بود و این تأثیر همونطور که گفتم دفعه قبل هم روی من و هم روی بخش زیادی از آدم هایی که خیلی تأثیر داشت، آدم هایی که کاملا وفادار به کل نظام بود. ببینید وفادار، ببینید من که خب شخصا که هیچ وقت حتی معلم مدرسه هم نبودم، یعنی هیچ وقت هیچ حقوقی از دولت، حتی معلمی هم دریافت نکردم، هیچ وقت کاری نکردم که شما بگید که مثلا حالا این یه جایی منافع شخصی، آره، نه واقعا نبوده با اینا، ولی به هر حال به همون اندازه‌ای که شما دفاع هم بکنید یا سکوت هم بکنید، من الان فکر میکنم همون سکوت هم حتی ناآگاهی هم تقصیره، یعنی حتی اگر من خودم رو بزنم به اون راه، بله، میفهمید که مقطع در واقع نقطعات بله. زمان حصر آقای منتظری، بله بله، و قبل از اون البته شروع شده بود همون بکش و قوس هایی که آقای منتظری به حال نامه می نوشتن، اون اتفاقا برای ایشون می افتاد و اتفاقایی که برای خود حاج داوود کریمی افتاده بود و ریزش هایی که گفتم ما می دیدیم که چطوری با بچه های سپاه برخورد می کنند، با بچه های خودشون چطوری برخورد می کنن، و برای من که از یک خانواده اومده بودم اون شکلی و به یک دلایلی مذهبی شده بودم، همه اونها میتونست دلیل باشه برای اینکه من دوباره شک بکنم و به این مسائلی که داره اتفاق میفته. حالا سالم میتونه سال 66 65 اینجورا باشه، 65 66 باشه، و همیشه هم خب البته همیشه هم همونطور که گفتم مجموعه ای که دوره هم بودن مجموعه بود که نقد میکردن، اگر اتفاقی میافتاد نقد میکردم، و به همین دلیلم اونا جدا شدن وقتی مسئله آقای منتظری اتفاق افتاد، اینها جدا شدن، و بعد از اون دیگه ما نه تنها شدیم، از سپاه منظورتونه، بچه هایی که از سپاه جدا شدن که دست دسته جدا شده بودن و حالا خانواده هاشون به یه شکلی
و خود این افراد اگه بر خودشون هم یه نگرش‌هایی داشتن به یه شکل دیگه مثل من مثلا، ولی اتفاقی که افتاد اون موقع این بود، خیلی جریان آقای منتظری با جریان اصلاحات آقای فلاحتی فرق میکنه. جریان اصلاحات هنوز خودیه، جریان آقای منتظری از وقتی اتفاق افتاد کاملا غیر خودی بود، یعنی همه بچه هاشون اخراج میشدن، همه بچه هاشون بازنشسته میشدن، همه، یعنی آقای منتظری شده بود مثل، اسمشو شما نمیتونستید بیارید، مثل دور از ایشون و دور از مثل طاعون شده بود. اگر کسی میگفت من به آقای منتظری، اسم آقای منتظری رو نمیشد آورد، حتی جلوی دوستان حالا بعدن اصلاح طلبمون تا همین آخری که آقای منتظری رفع حس شد و دوستان رفتن، بعد از رفع حس رفتن پیش ایشون، تا همون آخر هم یکی از خطوط قرمز حتی برای این دوستان مسئله آقای منتظری بود. مسئله آقای منتظری مسئله ساده ای نبود، یعنی دو جناح حکومت، اصلاح طلب و محافظه‌کار، در برخورد با آقای منتظری درست خط آقای خمینی رو میرفت. اصلا چپ آقای منتظری رو زد. کی آقای منتظری رو زد؟ یعنی اصلاح طلبای امروز، اصلاح طلبای امروز آقای منتظری رو زدن. و رنجنامه رو کی نوشت بر آقای، خرج چاپ رنجنامه رو کی داد؟ خب کی ببینین اون، یعنی آقای کرواس چی بود؟ خب الان خب البته آقای کروبی در حصر هستن، خود ایشون به هر حال دچار تحولاتی شدن و اتفاقایی که افتاد میدونید آدم شاید نخواد، چون بعدن اینا هم تغییراتی کردن. میخوام بگم خدمت شما که ماها همه به شدت غیر خودی بودیم، یعنی اگر به فرض آقای کریمی، داوود کریمی بعدن گرفتنش انداختنش زندان، شکنجه های بسیاری کشید که در اثر همون مسائل و مصیبت ها روزی 12 تا قرص میخورد و تا آخر هر کی میگفت، اولین کسی رو که میگرفتن گفتن ارتباطت با داوود کریمی چیه، یعنی اصلا حرف زدن با ایشون همیشه تو پارک جلوی خودش. مشکل محسن رضایی با داوود کریمی چی بود؟ ببینید محسن رضایی دنبال قدرت بود، داوود کریمی از اون ابتداش، خب اینا تو سازمان فجر بودن تو، و داوود کریمی میگفت نباید، میگفت آقای خمینی میگه سپاه نباید سیاسی باشه و اینا از بچهای مجاهدین انقلابن. به همین دلیلم بود که همون موقع آرمین و یه سری بچهای مجاهدین انقلاب استعفا دادن، آرمین و در واقع آقای قدیانی، اینا همه بچهای سپاه بودن، اینا همه استعفا دادن اومدن بیرون، ولی محسن رضایی اینا موندن توی سپاه و از همون موقع سپاه سیاسی شد. و داوود کریمی به این مسئله معترض بود، اصلا من قبول ندارم تحلیل آقای گنجی رو مبنی بر این که سپاه، مسئله اختلافش این بود که جنگ ادامه پیدا کنه یا جنگ ادامه پیدا نکنه، هم هیچ کس مخالف ادامه جنگ یا چیز اون زمان اون مقطع نبود، بحث این بود که بحث قدرت بود و اینکه حاج داوود البته هیچ وقت دنبال قدرت نبود، ولی میگفت نباید سپاه سیاسی بشه. یعنی حرفی که آقای رفسنجانی هم در خاطراتش میگه که من رفتم جبهه، یا همین محسن رضایی میگوید که در جبهه ها همه بچه های سپاه و بسیج میخواستن جنگ ادامه پیدا کنه و میگفتن حالا که ما میتونیم بریم تا کربلا، خب چرا نباید بریم؟ آقای رفسنجانی بارها به صراحت میگه. ببینید بحث جنگ، حالا نمیخوایم بحث رو برم سمت جنگ، بحث جنگ دو مقطع داره، یک مقطعش تا وقتیه که در واقع عملیات ها رو به پیروزیه، مثلا عملیات فتح المبینه، عملیات هایی که رو به پیروزیه، و از یک زمانایی که عملیات های کوچیک شروع میشه و عملیات ها شروع میشه به شکست خوردن. تا اون موقعی که عملیات ها همش پیروز بوده که همه موافق جنگ بودن، بعدش هم همینطور بوده، یعنی از نظر من مخالفت جدی، من در بخش سپاهش سپاه میگم، من در بخش اصلا تعیین کننده نبود به نظر من، ارتش دنبال روی سپاه بود، ولی سپاه هیچ وقت نیومد بگه که جنگ رو، حالا اختلاف اینه که جنگ رو متوقف کنیم، اینطوری نبود. اختلاف سر یکی سر مسائل قدرت بود و یکی سر مسئله فساد اقتصادی و فسادی که کم کم توی سپاه حاکم شد، مسئله بنگاه‌های اقتصادی. ببینید همین چند سال پیش بود، حالا سال دقیقش رو من الان خدمتون میگم، شما میبینید محمد مهدی دوزدوزانی که 8 سال ایشون معاونت های تیپ مستقل القدیر در جنگ بوده و بعدا میشه معاونت مالی سپاه و بعد میاد اتحادیه ایثارگران رو درست میکنه، در همین سال 89 بود فکر میکنم، حالا تاریخ دقیقش رو خدمتون میگم، ایشون میاد و یک اون نامه فرماندهان رو به آقای خامنه ای می نویسه، با عده جمع میشن
و جمع میشن صبح توی صبحگاه سپاه و جمع میشن و تحسن میکنن و میگن خامنه ای باید پاسخگوی ما باشه. ایشون در سالگرد همون آدمی که البته میگم چه بلای سرش آوردن، سر شهید دهقان، سالگرد شهید دهقان میاد و میگه که این سپاهی که ما باید خدمت بکنیم به آقاها و آقازاده ها رو ما لباسشو میبوسیم میذاریم کنار، ایشونو گرفتن و توی همین قرارگاه فکر میکنم حشمتیه، حالا دقیق، ایشونو اعدام کردن. تمام تلکسای خبرگزاری اومد که درباره محمد مهدی دوزدزانی حرف نزنید. معاون ایشون معاونت مالی اداری سپاه پاسداران بود. رفت تو سخنرانیش در سالگرد شهید دهقان گفت سپاه با 176 نمیدونم حالا بنگاه اقتصادی به بزرگترین فساد اقتصادی در نظام بود. من اتفاقا یادداشت کردم چون خیلی دلم میخواست از این آدم نام ببرم، به خاطر اینکه هیچ کس اسمی از این آدم نبرد. و بله، در 24 دی ماه 1380 ایشون اعدام شد به حکم شعبه 7 دادسرای نظامی تهران و شما میبینید که اون جنبش متحد ایثارگران رو درست کرد و ایشون میاد به فسادای اقتصادی سپاه اشاره میکنه. شما میبینید یک کسی مثل آقای علایی میاد و نامه مینویسه و میگه که تمام دیکتاتورها به رفتنشون فکر نمی‌کنن، اون موقعی که مردم رو پشه و مگس و اینها مثل قذافی میخوننش، ولی مردم هستن که بون. و شما میبینید که خونه ایشون کجاست؟ تو ستاد مرکزی قصر فیروزه. میریزن در خونش و مرگ بر منافق مینویسن و بدترین تهمت‌ها رو بهش میزنن. ببینید یه اتفاقی که توی اتفاقا داستان سپاه میفته اینه که هیچکس مطلع نمیشه از اینکه چه اتفاقایی و چه افرادی. ولی قبول دارم حرف شما رو که هفته پیش زدید که نهاد مهمه و ساختار مهمه، ولی به نظر من این افراد هم خیلی خیلی مهمن چون مشروعیتی دیگه به سپاه نمیدن اینا. ببینید یک صحبتی بوده است همیشه که ماجرای قطعهای زنجیری رو به اصطلاح بچه های سپاه، در واقع بدنه سپاه خیلی توش دست داشتن که این فاش شد، چون این چیزی درسته. بچه های اطلاعات نقش داشتن در افشاء قتلای زنجیره‌ای، بچه های بریده‌ای وزارت اطلاعات نقش داشتن. ببینید اطلاعات سپاه هیچ نقشی نداشت، خود وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات نقش داشتن در اینکه بله اومدن و افشا کردن. بچه های بریده یعنی چی؟ ببینید به هر حال تو همون قضیه آقای منتظری و قبل از اون و بعد از اون همینطور ریزش ها ادامه داشته و چی شد؟ و چون ببینید این روایت که شما دارین میگین کاملا متفاوته با اون چیزی که رسما ما شنیدیم از طریق آقای خاتمی و تیمشون. خب بله. که اعلامیه منتشر شد گفتن بله. این کار گروه خودسری بوده است که رئیسش فلانی بوده، اینا هم ازاش بله. خب بچه های وزارت اطلاعات بودن دیگه فلان بله. شد این داستان. شما دارین میگین که بچه های بریده از وزارت اطلاعات در فاش شدنش بله. یعنی چجوری؟ ببینید وقتی که در یک مجموعه یک اتفاقی میفته هیچ کس بهتر از خود اون مجموعه متوجه نمیشن که کدوم یکی از بخشای اون مجموعه داره یک کاری رو انجام میده، چون بخشای وزارت اطلاعات کاملا تخصصیه و هر در واقع واحدی روی خودش کار میکنه، روی بخشای ویژه خودش کار میکنه، یعنی حالا مثلا اطلاعات خارجی جدا کار میکنه و خود اطلاعات خارجی رو گروه های مختلفی کار میکنه، یا حالا هر چی. حالا بگذاریم که دو بخش زنان همه اطلاعات یه زمانی بخش اطلاعات وزارت اطلاعات، اطلاعات نیرو انتظامی و اطلاعات قوه قضاییه و همه اینا جمع شدن و با همدیگه کار میکردن روی جنبش زنان. ولی قبل تر از قتلای زنجیره ای مسئله اون ترورایی بود که لاتهای قدیم بودن و اومده بودن، حالا مغازه باز کرده بودن، فرش فروشی باز کرده بودن، بنگاه ماشین باز کرده بودن و یه سری این کارا، اینا شروع کردن به زدن اینا. شروع کردن وزارت اطلاعات ابتدا شروع کرد، یعنی همین باندی که بعدن رفت، حالا شاید 3-4 تا دیگه هم کل اینا رفتن و شروع کردن به زدن اینا. به زدن همین لاتهایی که میگیم بله، مغازه دار شده بود. بله. چرا؟ اگر یادتون باشه یه سری اینا قبل از قتلای زنجیره‌ای یه سری قتلا اتفاق افتاد توی خیابونا، تو خیابون سهروردی تو میزدن اینا رو با دو هدف، که یکی دستگرمی اینا بود برای اینکه اینا به شکل حرفه‌ای وارد بشن و شروع کنن نویسنده ها رو زدن و شروع کنن در واقع نخبگان سیاسی رو زدن. به هر حال یه فضایی رو باید، یه فضایی آماده بشه، یک فضایی برای مردم باید آماده بشه، از یکی هم جو ناامنی رو ایجاد کردن
جو ترس رو ایجاد کردن. وقتی شما جو ناامنی ترس ایجاد میکنید و خودتونم میگید که خب حالا مردم ما میایم پلیسیش میکنیم برای اینکه کنترل کنیم، حالا چرا مخصوصا این تیپا رو میگین میزدن؟ به خاطر اینکه اولا اینا آدمایی بودن که به هر حال چون یه موقعی به هر حال یه آتویی داشتن، کسی هم دنبال کار اینا نمیرفت، چون خیلی مهمه که شما چقدر چتر امنیتی داشته باشین. حتی وقتی میخوان یه آدمو ترور بکنن، حتی وقتی میخوان یه آدمو بگیرن، به چتر امنیتی پیرامون اون مثلا توجه اینا میکنن. توشون باجگیر بود، نمیدونم کسایی که قبل از انقلاب مثلا تو شهر نو کار میکردن، نمیدونم یه همچه آدمایی که هم آبروی چندانی نداشتن، نظر امنیتی هم مشکل داشتن، نمیدونم اینا. بله به هر حال آدمایی بودن که قابل دفاع نبودن، یعنی کسی نمیمد از اینا دفاع بکنه. ببینید حتی بعد از چند سال رسانه‌ها به قتل اینا نپرداختن. حالا همون میخوام برسم به همون جایی که فرمودین که تاکید کردین و تایید کردین اینو که بدنه جدا شده وزارت اطلاعات در فاش شدن قتل. بله دیگه، به خاطر اینکه بعد از اون بود که خب چون به هر حال یک اتفاقی افتاد که چون الان دوستان همه ایرانن، من نمیخوام بازش بکنم، هر چند که به هر حال خب اسمشون میتونین نگین ولی موضوع به هر حال فردی که توی قتل دست داشت و به نام کاظمی نامی بود و این فرد مسئول امنیت وزارت اطلاعات بوده، این میبره و با بچه های دیگه وزارت تماس میگیره و میگه که یه همچین اتفاق من میبریدم دیگه نمیخوام ادامه بدم. و این بچه ها بچه هایی بودن که به هر حال وابسته به حکومت دیگه نبودن، از سپاه اخراج، از وزارت اطلاعات اخراج شده اومده بودن بیرون یا اخراج شده بودن یا به هر حال خانه نشین بودن و اینا دورانای سختی رو هم بعد بیکاریاشون طی کرده بودن، یعنی مسافرکشی کرده بودن. ببینید یه بخشی هستن که از یه سالی کسایی رو میگن که کاظمی باشون تماس میگیره، به هر حال اینا بله به هر حال بخش بریده وزارت اطلاعات بودن که یعنی اینا حاضر نبودن به هیچ عنوانی دیگه با سیستم و نظام همکاری بکنن، یعنی حاضر بودن هر کاری رو بکنن، هر سختی رو بکشن، ولی حاضر نبودن دیگه با سیستم همکاری بکنن. و اونا بودن که در واقع این کاظمی رو متصل کردن به در واقع سیستم آقای خاتمی و آقای خاتمی دیگه راهی وجود براش نداشت و فشاری که اون بود روی آقای خاتمی و البته گام خیلی بزرگی هم ایشون در اون مقطع برداشت، ولی دیگه افشا شده بود، یعنی دیگه قضیه باز شده بود و همونا بودن که نامه در واقع سعید امامی رو بردن دادن روزنامه سلام. اگر اونا نبرده بودن چه کسی مطلع میشد که سعید امامی نامی بود؟ سعید امامی اون نامه معروف رو، بله، قانون مطبوعات رو سعید امامی، نمیدونم چه قانون مطبوعات سعید امامی داده، خلاصه طرح اصلاحش و این ایده ای که سعید امامی داشته که 240 نم 200 نفر رو باید ما ترور بکنیم تا کل فساد اصلا کلا همه مسائل خطر از جمهوری اسلامی بله. و بعدن هم که در واقع قاتلای زنجیره‌ای رو گرفتن، اینا رو گرفتن و انداختن زندان و بعد اون آقای در واقع می‌بینید توی فیلماش که جواد آزاده نامیه که بازجوی اونهاست که بعداً هم بهش یه جایزه میدن، یه آژانس هوایی مجوزه آژانس هوایی رو بهش میدن، یه آژانس هوایی در تهران، الان اسمش رو یادم نمیاد، که آقای عینکی که بازجوی فکر کنم عینکی هم هست، دو نفر بازجو هستن بله. بله از دارن از به اصطلاح قاتلان زنجیره‌ای بازجویی میکنن با اون... اینا زیر نظر تیمی هستن که آقای محمد خاتمی تعیین کرده است، یعنی توسط آقای ربیعی الان وزیر کار و دو نفر دیگه که تیم در واقع بازداشت و بازجویی از کسانی که به عنوان متهمان اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بود. خب حالا ولی اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که آقای خامنه ای وقتی میبینه که انقدر افتضاح بالا آمده و وزارت اطلاعات که بیانیه داده شده که وزارت اطلاعات این کار کرده، آقای خامنه ای آمد مثل همیشه که میبینید درست سر خطر میره عقب و بعد کمین میکنه و دوباره میاد جلو. من ندیدم همچنان بله. هم در 18 تیر این کار کردن، هم در اصلاحات، هم در همین دوره الان دارن این کار میکنن. شما میبینید که بیانیه میده میگه اینا اصلا جاسوس های اسرائیل بودن و اینا همه فسادهای مختلفی داشتن. پروژه این بود که اینا رو اعدام کنن. همون موقع اکبر خوشکوشک هم گرفتن، همون موقع هم گرفتن که ایشون به یه روایتی گفتن اون تو نمیدونم خودش هم خودکشی کرد، بله فیلم های بازجویش هست که البته آزاد شد و بعد اون برج سر نفت و ساخته و اصلاح طلب هم شد، بله خب تظاهر هم میکنه به اینجور چیز. به هر حال ببینید حالا بحث 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداره. آخ خیلی شما رو گرفتن
من رو سال 79 گرفتن، سال 79 شعبه 26 دادگاه انقلاب که قاضی حداد بودش، قاضی سیدزاده، من رو بازداشت کردن به اتهام تبلیغ علیه نظام. و اون موقع تمام بازجویی های من روی مسئله آقای منتظری و جنبش دانشجویی بود و زندان من مردونه بود. یعنی چی مردونه؟ یعنی زندانی بود که مخصوص مردها بود، هیچ بازجویی. یعنی به بند مردان بردن شما رو به جایی که ببرن به بند زنان؟ بله بله. چرا؟ خب برای اینکه فشار بذارن رو من از یک جهت و از یعنی یک جهت. یعنی سلولای بغلیتون مردها بودن که زندان بله. همه آقایون بودن، بازجوها مرد بودن، بند سیاسی مرد بودن. بله همه سیاسی بودن. آقای هدا صابر، مرحوم هدا صابر بغل دست من بودن، آقای صحابی بودن، آقای افشاری بودن، آقای دوستان خیلی ها بودن دیگه. همه دور بعد هواخوری با هم میرفت؟ نه نه، اصلا ما هواخوری اصلا من نداشتم و هیچ کس اونجا اصلا با هم هواخوری نمیرفت. همه رو تک تک، حتی برای دستشویی تک تک میبردن، برای حتی نمیتونستی به در بزنی. یه کاغذ قرمز بود بند 59. و خانم حقیقت جو توی مجلس نطق خیلی بله. پرشوری کردن در دفاع از شما، دفاع از زندانیان سیاسی و چگونگی حتی بازداشت شما رو بهش اشاره کردن که با کتک و این چیزا. چی بود ماجرا خودتون؟ خب منو که جلوی بچه‌ها کتک زدن و بردن و تقریبا از 3 بعد از ظهر تا 10 شب خونه رو گشتن و پشت رو کردن و هر چی که داشتن نشه می‌ریختن توی چند تا ماشین رو بردن. خب من اون موقع هم روزنامه نگار بودم. در چه روزنامه؟ اون موقع روزنامه، اون موقع دیگه خرداد و فتح و اینا بسته شده بود و من روزنامه هم بستگی فکر کنم بودم. و هم روزنامه هم بستگی نه. بودم. هم کجا کار میکردم؟ میگین هم روزنامه نگار بودم و هم فعالیت سیاسی جدا از مسئله روزنامه نگاری میکردم. مثلا اگر انجمن اسلامی سخنرانی میخواستن، سخنرانی میرفتم در مورد مسئله آقای منتظری صحبت میکردم، یا مسئله قتلای زنجیره‌ای رو صحبت میکردم تو دانشگاه‌ها، تو محیط‌های مختلف و رسانه‌ها مصاحبه می‌کردم. خیلی با همین صدای آمریکایی شما مصاحبه کردم که بعداً به تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه متهم شدم در شعبه 15. با کتک بردن بله. و شکنجه هم دادن موقع بازجویی. موقع بازجویی اصلا دیگه انقدر اون شکنجه سفیدشون، انقدر یعنی شکنجه سفید نه به عنوان شکنجه سفید، ولی اونقدر فضای بازجویی سنگینه و اونقدر بازجویی‌ها سنگینه که نیازی نیست دیگه کسی رو بزنن، برای اینکه برای اینکه انقدر اون فرد تحت فشار شدید قرار داره. و ولی توی خونه که این اتفاق افتاد، خب بیمار شده بودم اونجا، دکترم که بر من آوردن، دکترم چشم بنداش پشتش به من بود. یعنی از کتک و اینا بیمار شده بودم؟ بله بیمار شده بودم، به خاطر اینکه اون کس که منو دستگیر کرد کلتشو در آورد، با کلت میزد تو پهلوی من، با پاش میزد توی زانوهای من و بیمار شدم. و چرا مقاومت کردین که بازداشت؟ مقاومت کردم برای اینکه من فکر کردم که برای اینکه من اومدم تو خونه دیدم 10 تا آدم وایستاده و من فکر کردم اینا دزدن و داد میزدم میگفتم دزد و برای همینم درگیری شد. و برای اینکه اگه به من قبل از اون 10 بار دادگاه انقلاب نامه داده بود و من رفته بودم و بعد از اون 10 بار دادگاه انقلاب نامه داد، ما فراری نبودیم. ما هر موقع میخواستن میرفتیم جواب میدادیم، میومدیم بازجویی میشدیم، وکیل داشتیم یا نداشتیم. چقدر زندان بودین؟ تقریبا حدود نزدیک به 40 روز و چند روز من زندان بودم. و بعد هیچ وقت دیگه هیچ حکمی براتون صادر نشد؟ چرا 3 سال زندان اون موقع تعلیقی صادر شد، ولی بعد از اون تو جریان جنبش زنان به اتهام همون در واقع تظاهرات 22 خرداد که حالا راه اندازی اون هم به 4 سال زندان محکوم شدم. 1 سالش تعزیری بود و بعد اونو شعبه 15 دادگاه انقلاب بود. ولی بین تمام اینا نه، ولی بین تمام اینا فضایی رو برای شما میسازن این فضای زندان و بدتر از فضای زندان. یعنی هر روز شما باید برید بازجویی، هر روز باید برید نه حال بگم هر روز، ولی یه موقعی باید واقعا هر روز برید دادگاه انقلاب. شما کی اولا کی شما قبلش بپرسم مذهبی هستین الان؟ ببینید این سوالی که من دارم میکنم هرگز دوست نداشتم من این سوال از هیچ کس از جمله از شما بکنم. ولی چون منتها چون خودتون توی صحبتاتون اشاره کردین از فلان زمان مذهبی شدم، از فلان زمان دیگه مذهب رو گذاشتم کنار، من نمیدونم درست شنیدم اینا، به این دلیل این سوال ازتون کردم. اگر مذهب رو کنار گذاشتین میخوام ببینم دلیلش چی بوده. من مذهب رو به شکل پرکتیکال، یعنی به شکل اینکه عملی، یعنی عملش بکنم، بله گذاشتم کنار، حجاب رو گذاشتم کنار و آداب رو. ولی اینکه شما بگید مثلا خدا رو باور داری یا باور نداری رو فرق میکنه. بله خب من چرا گذاشتم کنار؟ به خاطر بله من اعتراض به خودم اول، اعتراض به
اعتراض به خودم که به راهی بودم که نباید می بودم. من اصلا دلم نمیخواست که حتی ناآگاهانه یک روز در مسیری باشم که به واسطه این سیاهی چادر یک نفر ظلم بکشه، یک نفر مورد خشونت واقع بشه و شدن و در واقع به اسم این حجاب، حالا به اسم اسلام، به اسم مذهب، با سوء استفاده در واقع ظلم کردن. و من اعتراض میکردم چه خشونتی که در خانه و چه در خشونتی که در بیرونه، چه در خشونتی که شما نابرابری های بین زن و مرد رو میبینید و چرا باید خشونت در ملای عام صورت بگیره. ولی اگه قرار باشه که ما اعتراض بکنیم، بریم تو پشت پستو اعتراض بکنیم. اگر خشونت در ملای عامه، ما باید بیایم در ملای عام بگیم ما اعتراض داریم. اگر شما در ملای عام به خاطر حجاب یه زن رو میزنید، به خاطر حجاب بهش توهین میکنید، تو خونه تهدیدش میکنید، تحت فشارش میذارید، باید بدونید که یه روزی این اعتراض میکنه. یه روزی هم تو خونه اعتراض میکنه، هم بیرون اعتراض میکنه. و سکوت همیشه خشونت رو گسترش میده. نباید سکوت کرد. ما الان راجع به بچهای سپاه و بقیه چیزا صحبت کردیم. نباید سکوت کرد. بچه‌هایی که اون جهانجا جاهای دیگن، اگر معترضن، اگر مخالفن، باید اعتراض کنن. باید بیان بیرون و بیرون اعتراض کنن. و چنانچه خیلی‌هاشون در جریان جنبش سبز و اینا کردن این کارا رو. ولی واقعا کافی نیست. یعنی باید اعتراضی باشه. شما ببینید الان اوکراین رو 500 هزار نفر میان بیرون و با هم بیرون نمیرن. در چارچوب نظام جمهوری اسلامی این در چارچوب بودن. بله، این در چارچوب بودن شده مصیبت کشور ما ایران. باید این چارچوب ها رو شکست. اولین شکست این چارچوب قانون اساسیه. باید از قانون اساسی اومد بیرون. باید از این نظام ولایت فقیه اومد بیرون. نمیتونید شما بگید من در چارچوب ولایت فقیه کار میکنم، من در چارچوب این قانون اساسی کار میکنم و بعد دموکراسی خواهم. اصلا امکان نداره. این تناقض آشکاره. شما باید، یعنی باید ما اول به عنوان ایرانی و به عنوان هر چیزی که هستیم، اول این تناقض آشکار در ذهن خودمون رفع بکنیم. وقتی این تناقض حرف حذف بشه و درست بشه، این تناقض در سیستم اجتماعی ما هم درست میشه. هیچ اشکال نداره بیان بگیم ما اشتباه کردیم. من اشتباه کردم، من بچه بودم اشتباه کردم، خیلی دیگه هم مثل من اشتباه کردن. ولی هر زمانی آدم برگرده و صادقانه برگرده، اون زمان زمانیه که به نظر من کمر جمهوری اسلامی اونجا شکسته میشه و باید این کمر شکسته بشه. با این نظام هر کاری، ببینید یک درختی خشکیده و ما هی میایم میگیم خب این شاخه‌هاشو سم بزنیم، در حالی که این خاک کرم خورده است، این خاک آلوده است، این خاک بسترش در فساده، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، و این باید این خاک تغییر پیدا کنه. امیدواریم که حالا این برنامه بی پرده بی تعارف، انگار خیلی بی پرده و بی تعارف شد. به هر حال عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم از شما. بسیار بسیار شما محبت دارید و از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم.